سلام، من نرگس سمدی هستم. امروز میخوایم با هم دیگه موتیف رو ببافیم و اونو به عنوان دستگیره یخچال یا کابینت ازش استفاده بکنیم. من این موتیف رو با قلاب شماره 3 و نخ میامی بافتم. توی آموزشم از همین نخ و قلاب استفاده کردم. امیدوارم که شما ببینید و لذت ببرید. حالا با هم دیگه میریم و آموزش رو نگاه میکنیم. خب ما برای شروع اول یه حرفه جاده میزنیم به این شکل، بعد من قلاب وارد میکنم و سه تا دونه زنجیره میزنم، 1، 2 و 3. بعد وارد حلقه میشم و پایه بلند بافم، یعنی دوتا رو با هم یکی میکنم، دوتا رو با هم یکی میکنم، حلقه رو از دستم در میارم. برای باف من 16 تا پایه بلند نیاز دارم. این سه تا زنجیره اول هم حکمه یه پایه داره، پس 15 تا دیگه پایه بلند میبافم. ببین وقتی شروع به من پایه رو بافتم، نخم رو میکشم تا نخ حلقه جادویی رو میکشم تا کارم کاملا جمع بشه. حالا اینجا که اولی کار سه تا زنجیره زده بودیم، به سر سومین زنجیره میام و یک بست میزنم و کارم تو این وجه تمام میشه. حالا من میتونم این نخ جادوییم رو گره بزنم به کارم تا محکم بشه، مخصوصا اگر میخوام اسکاچ ببافم، که این گل رو میتونید شما اسکاچش هم ببافید. خب ببینید، حالا برای شروع عرج 4 تا دونه زنجیره میزنم، 1، 2، 3 و 4. بعد اینکه 4 تا زنجیره زدم، این بار با پایه دوبل ببافم، پس دو بار حلقه رو دور قلابم میگیرم. این 4 تا زنجیره برای این 3 زنجیره اول کارم بود. حالا میام میرم رو گندمی پایه بعدی، وارد میشم و دوتا یکی، دوتا یکی و دوتا یکی، در واقع پایه دومی میبافم. حالا 1، 2، 3 و 4 تا زنجیره میزنم، بعد میام دوباره پایه دومی میبافم، دوباره حلقه رو دور قلابم میگیرم، دقیقا میرم رو پایه بعدی، یک پایه دومی میبافم، این یکی، دوتا و دوتا، همین دوتا ها رو با هم یکی میکنم، دوباره دوتا حلقه به قلابم میگیرم، دقیقا پایه بعدی، ببین دقیقا روی پایه بعدی میام و یه پایه دومی میبافم، دوباره 4 تا زنجیره میزنم، 2، 3 و 4، دوباره پایه دومی میخوام ببافم، دقیقا روی پایه بعدی، 1، 2 و 2، همه با هم دوتا دوتا یکی میکنم. حالا دوباره میخوام پایه دوم ببافم، پس دوباره حلقه دور قلابم میگیرم، وارد دقیقا گندمی بعدی میشم، دوتا رو با هم یکی و دوتا رو با هم یکی میکنم. در واقع تو این رج میخوام دوتا از پایه ها رو هر کدوم روش پایه دوبل یه دونه ببافم، بعد 4 تا زنجیره بزنم، برم رو پایه بعدی دوباره پایه دوبل ببافم، دوباره رو پایه بعدی هم پایه دوبل ببافم، دوباره 4 تا زنجیره بزنم، برم پایه دو تا پایه بعدی رو ببافم. در آخر من باید 8 تا از این پایه های دوبل دو تایی داشته باشم با فاصله 4 زنجیره. خب ببینید، آخرین پای دوبلم روی آخرین پایم که بافتم به این شکل، 1، 2، 3، 4 تا زنجیره فاصله رو میزنم. ببینید اینجا 4 تا من زنجیره زده بودم با موهای پای دوبل، میام روی 4مین زنجیره این قسمت و یک بست میزنم به این شکل. ببینید حالا میرم روی این گندمیه، الان میرم رو گندمی پای دوبل بعدی به این شکل، یک بست میزنم. حالا 1، 2 و 3 تا زنجیره میزنم با عنوان یک پایه بلند. بعد ببینید این پایه دوبلی که داشتم، میرم حق قلابم از زیر پایه دوبلم برمیدارم، ببینید به این شکل، به این بافتا پای ندارم، میرم اینجا این پایه دوبلی که داشتم یک پایه بلند میبافم. من 7 تا پایه بلند میخوام، یه این سه تا زنجیره حکمه یکیشو داره، این یکی پایه بلند میشه، پس 2 تا.
خب همینجا سه تا، دوباره همینجا چهار تا، پنج تا، اینم شیش. ببین شیشمین پای بلندم که بافتم، الان دوباره به جای یه پای بلند دیگه سه تا زنجیر زدم، یه دو و سه. حالا میام همین پایینجا، همینجا که بودم به این شکل یک بست میزنم. خب الان این قسمت کارم در واقع میشه اینجا سه تا زنجیره داره، پنج تا پای بلند، اینجا هم سه تا زنجیره. حالا میام ببینیم دقیقا این بافت دوبله بغلیش. ببین ما اینجوری که کار رو نگه هم داشتیم، دوتا پای دوبل داشتیم، روی دومی کار کردیم، حالا میریم روی اولی. قلاب از این زیر پایه دوبله میبرم، کار بالا میکشم، یک بست میزنم به این شکل. حالا دوباره یک دو سه تا دونه زنجیره میزنم، بعد میام میرم داخل پایه دوب، دقیقا مثل کاری که این سم انجام دادم. این بار دیگه من هفت تا پایه که میخوام سه تاش این زنجیره تشکیل میده، شش تا دیگه پایه بلند میبافم. این دو این سه این چهار این پنج نه شیش، با اون سه تا زنجیره میشه هفت تا. ببین کار من به این شکل در میاد. حالا ببینید اینجا این دو تا پای دوبلا بود که براش باف کردم، میرسم به این فاصله چهار تا زنجیره. ببینید اینجا دور قلاب میرم، وارد این چهار تا زنجیره میشم، یک پایه بلند میبافم، خب مستقیم وارد میشم، دو تا پایه بلند و سه تا پایه بلند، خب اینم چهار تا پایه. چهارمین پایه بلندم رو که بافتم، میام یک دو سه تا زنجیره میزنم، میخوام پیکوت ببافم. ببین میام این پایین، این پایه بلند چهارمیم، این دو تا نخ رو میگیرم، قلاب و نخ رو میگوشم، یک بست میزنم، در واقع پیکوت میبافم. دوباره همینجا داخل همین چهار زنجیری که بودم سه تا دیگه پایه بلند میبافم، این یه این دو اینم سه. خب حالا دقیق دوباره دقیقا میام ببین این پایه دوبله اولی رو کارش ندارم، میرم رو گندمی پایه دوبله دومی، دقیقا کاری که همین سمت انجام دید. ببینید میام یک بست میزنم، حالا سه تا دونه زنجیره میزنم با عنوان یک پایه بلند. بعد به این دو تا پایه دوبله هم دیگه، پایه اولی رو گفتیم کار نداریم، در ابتدا روی پایه دومی کار میکنیم، روی پایه دوبله دومی من وارد میشم و پنج تا پایه بلند میبافم، با اون سه تا زنجیره میشه شیش تا، سه تا زنجیره میزنیم آخر کار که میشه هفت تا. پس یک دو سه چهار پنج شیش، خب شیش تا که شد، حالا سه تا زنجیره میزنیم، یک دو و سه. حالا دقیقا میام پایین یک بست میزنم. خب حالا کارو به این شکل میچرخم، میرم رو پای دوبله اولی، این پای دوبله دومم بود که بافتم، حالا با یک بست میرم رو پای دوبله اولی به این شکل. حالا سه تا دونه زنجیره میزنم، اینجا این بار بفتیم شیش تا پایه بلند میبافیم که با این سه تا زنجیره میشه هفت تا. این سه وقتی پای آخرم بافتم داره کارم به این شکل میشه. خب میام فاصله زنجیره بعدی اینجا مستقیما اینجا وارد میشم، چهار تا پایه بلند میبافم، این یک این دو این سه اینم چهار. وقتی چهارمون پایه رو بافتم، حالا میخوام پیکوت ببافم، یک دو سه، سه تا زنجیره میزنم، به این دو تا نخ پایین و قسمت پایین رو میگیرم، وارد میشم و یک بست میزنم به این شکل.
حالا سه تا دیگه پای بلند همینجا میبافم. این یکی، این دوتا، اینم سه. ببین الان دو قسمت از گل من بافته شده. این بقیه قسمت هم به همین شکل میبافم. یعنی من وقتی که این پایم رو زدم ببینید میام میرم روی این پای دوبل کار ندارم، میام روی پای دوبل دومی یک بست میزنم، روی پای دوبل دوم یک بست میزنم. حالا سه تا دونه زنجیره میزنم با عنوان یک پای بلند. حالا دوباره ببینید به این روی همین پای دوبل دومی میام شیش تا زنجیره میبافم. این یکی، این دوتا، این سه، چهار، پنج. ببینید پنج تا پای بلند، این سه تا هم که یه دونه حساب شد. حالا دوباره سه تا زنجیره میزنم، یک دو سه، سه تا زنجیره میزنم، همینجا یک پایه بست میزنم. خب حالا کارو میچرخونم میام تو پایه دوبل اولی، پای دوبل اولی نخ رو وارد میکنم، یک بست میزنم، دوباره سه تا دونه زنجیره میزنم. اینجا این بار شیش تا پای بلند میبافم که با این سه تا بشه هفت تا. خب ببینید الان کارم به این شکل، من الان این قسمت بالا هستم. خب گفتیم مستقیما میایم میریم وارد چهار تا زنجیره ها میشیم. این توی داخل چهار تا زنجیره ها چهار تا پای بلند اول میبافم. این دو تا ببینید دقیقا میرم از زیر زنجیره ها میگیرم، سه، اینم چهار. خب حالا یک دو سه، سه تا زنجیره میزنم، میخوام پیکوت ببافم. میام این دو تا حلقه پایین پایه رو میگیرم، یک بست میزنم به این شکل. حالا سه تا دیگه از پای بلند رو همینجا میبافم، این یکی، این دو تا، نه سه، به این شکل. دوباره ببینید من میام میرم این پایه اول و دوبله اول کار ندارم، میام میرم و پایه دوبله دومی یک بس میزنم. ببین همین بافتی که برای این سه قسمت انجام دادم برای این پنج قسمت دیگه هم انجام میدم، کلا هشت تا قسمت داریم دیگه. الان من میام رو این پایه دوبل دومی که وارد شدم، سه تا دونه زنجیرش رو میزنم، وارد این پایه دوبل میشم، خب پنج تا پایه بلند میبافم، بعد سه تا زنجیره میزنم، همینجا یه بست میزنم. دوباره با بست میام روی این پایه دوبل بعدی، سه تا دونه زنجیره میزنم، این بار شیش تا پایه بلند میبافم، میام بالا. و وقتی شیش تا پایه بلند این پایه دوبلم هم بافتم، میام داخل این فاصله چهار تا زنجیره که داشتم، اول چهار تا پایه بلند میبافم، پیکوتاشو میبافم، بعد سه تا پایه بلند میبافم، دوباره میرم یک بست میزنم به پایه دوبل دوم. اینجا پایه دوبل دومم، دوباره همین بافت رو تکرار میکنم تا به انتهای کار برسم. خب ببینم هم ساکت باشه برم ببینم. خب ببینید من آخرشم با شما میبافم. وقتی داخل چهار زنجیرتون رو بافتید، یه بست روی دومی پای دوبل موی میزنیم، سه تا دونه زنجیره میزنیم رو پای دوبل دومیمون، هشت تا گفتیم پای بلند میبافیم، یک دو سه چهار و پنج. پنج تا که بافتیم، یک دو سه تا زنجیره میزنیم، میایم همینجا رو با همین پایه دوبلی که بودیم یک بست میزنیم. بعد ببین حالا کار برمیگردیم، میریم رو پایه دوبل اول به این شکل یک بست میزنیم، حالا سه تا دونه زنجیره میزنیم، حالا وارد پای دوبل میشیم و این بار شیش تا میبافیم، شیش تا پای بلند.
که چه این طرف چه این طرف، هر دو 7 تا پای بلند حساب میشه. ما تا توی این بری 3 تا، این بری زنجیره داریم 3 تا، این بری وسط 5 تا میبافیم. اینجا بری 3 تا پای زنجیره داریم به عنوان یک پای، پس باید 6 تا ببافیم. ببینید وقتی شیشمی رو بافتم کارو به این شکل میگیرم. حالا مستقیم میام تو فاصله زنجیره، این 4 تا زنجیره آخرم میام 4 تا پای بلند میبافم. این دو تا، این 3، نه 4. حالا پیکوتمو میبافم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم. به این دو تا نخ پایین پایه رو میگیرم، 1 بست میزنم. حالا 3 تا دیگه همینجا پای بلند میبافم، این 1، این 2 و اینم 3. حالا اینجا کارم تموم میشه. ببین کار از پشت میارم، این پای دوبلی که داشتم، این ببین اینجا روی سر این پای دوبلم میام و 1 بست میزنم و کارم با این رنگ تموم میشه. حالا نخ رو چی میکنم؟ خب حالا میام این گل من به این شکل بافته میشه. حالا میخوام این قسمت موتیفمو ببافم. ببین این رنگ که میخوام باهاش دور موتیفمو ببافم برمیدارم، بعد یه گله به سر قلابم میزنم به این شکل. حالا ببین کارمو برمیگردم، میخوام پشت کار بافت انجام بدم. ببینیم میام همجایی که بافت داشتم انجام میدادم. توی اینجا ما این پای دوبلامونه که داشتیم روشون پای بلند بافتیم، این وسط ببینیم از بالا این قسمت رو میگیرم، وارد میشم، یک پایه کوتاه میزنم. خب حالا 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و میرم رو قسمت بعدی. این دو تا پای دوبل اولم بود، حالا میرم اینجا دقیقا این دو تا نخا رو میگیرم، این بالا این قسمت دو تا نخا رو بگیرم محکم تر میشه. دوباره وارد میشم، یک پایه یک کوتاه میبافم، دوباره 1 2 3 4. اگر دیدید 4 تا زنجیر کارتون جمع میشه کش میاد، میتونید 5 تا زنجیر بزنید. دوباره میرم این دو تا نخ بعدی میگیرم، یه دونه زنجیر میزنم، دوباره 1 2 3 4. دوباره میام اینجا، ببینید توی این گل برگا دو تا داریم کار انجام میدم. در انتها باید 8 تا از این زنجیرهای 4 تایی داشته باشن. 1 2 3 4. حالا میرم رو قسمت بعد، دوباره 1 2 3 4. میام رو قسمت گل برگ بعدی، دوباره 1 2 3 4. میام روی قسمت بعدی. یک دو سه چهار. ببینید رسیدم به آخر، یعنی به اول کارم. این نخاتون هم این بر داشته باشین که آخر سر این نخا رو هم گره میزنیم و داخل کارمون پنهان میکنیم. خب ببینید میام به همون پای کوتاهی که خب ببینید وقتی که بست رو زدم، خب حالا کار برگردن به طرف خودتون که تمیزی باف به سمت شما بیفته. حالا وارد این 4 تا زنجیره بشین. ببینید به این صورت ما اینجا بستمون رو زنیم به پای کوتاه، حالا وارد 4 زنجیره میشیم، 1 بست میزنیم، این نخ هم میدیم پشت که بعد پنهانش کنیم داخل کارمون. خب
حالا من میام یک دو و سه تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، بعد میام همینجا داخل همین چهار زنجیره دو تا دیگه پایه بلند میبافم، این یکی این دو تا. حالا یه دونه زنجیره میزنم ببین میرم داخل قسمت بعدی، این چهار تا زنجیره بعدی میشم. میخوام یک گوشه از کارم رو درست کنم، کار من مربع است چهار تا گوشه دارم، این الان یکیشم، یک دو و سه تا پایه بلند میزنم، یک دو، دو تا زنجیره میزنم همینجا دوباره سه تا دیگه پایه بلند میبافم، این یکی این دو تا اینم سه تا. حالا یه دونه زنجیره میزنم میرم تو فاصله بعدی، تو فاصله بعدی فقط سه تا دونه پایه بلند میبافم، یک دو و سه، دوباره یه دونه زنجیره میزنم. حالا میرم گوشه دوم درست میکنم، اینجا چه میخوام گوشه کارم باشه، سه تا دونه پایه بلند میبافم داخل چهار تا زنجیره، سه تا، حالا یک دو، دو تا زنجیره میزنم همینجا سه تا دیگه پایه بلند میبافم، یک دو و سه. حالا یه دونه زنجیره میزنم بعد میرم تو زنجیره چهار تا زنجیره بعدی، اینجا یک دو و سه تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم دوباره میرم گوشه سوم کارمو درست میکنم، ببین یک دو سه تا پایه بلند میبافم، یک دو تا زنجیره میزنم همینجا وارد میشم و سه تا دیگه پایه بلند میبافم، یک دو و سه. حالا یه دونه زنجیره میزنم میرم به اون قسمت بعدی میشم، یه دونه پایه بلند میبافم، دو تا پایه بلند و سه تا بلند. حالا یه دونه زنجیره میزنم، حالا میام و گوشه چهارم کارم رو درست میکنم. خب ببین به آخر این آخرین زنجیره چهار تا زنجیره هم که برام میمونه گوشه آخرم رو درست میکنم، چهارمی، ببین یک دو سه، سه تا پایه بلند میبافم، یک دو تا زنجیره میزنم همینجا که هستم، یک دو و سه، سه تا پایه بلند میبافم. حالا من دیگه الان اینجا یه دونه زنجیره نمیزنم مثل کارهای قبلی، اینجا آخر کار برای تمام درجه آخر کار میام یک پایه بلند به این سومین زنجیره میزنم، ببین وقتی این پایه سه تایم رو بافتم میام داخل این سه تا زنجیره‌ای که اول کار زده بودم اینجا یک پایه کوتاه میبافم، خب به عنوان یک زنجیره اینجا که زنجیره میزدیم. حالا برای همه رچ ها، برای شروع همه رچ ها سه تا دونه زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، همینجا روی این پایه کوتاه دو تا دیگه پایه بلند میبافم، یک و دو. حالا یه دونه زنجیره میزنم، ببینیم ما اینجا سه تا پایه بلند بافتیم با یه دونه زنجیره بعدش زدیم، میریم روی اون یه دونه زنجیره و سه تا پایه بلند میبافیم، یک دو و سه، دوباره یه دونه زنجیره میزنیم. حالا ببینیم رسیدیم به گوشه کار، گوشه کاری که سه تا پایه بلند دو زنجیره بافتیم، داخل اون دو زنجیره میشیم و سه تا پایه بلند میبافیم، این یکی این دو و اینم سه. حالا دو تا دونه زنجیره میزنیم، برای هر چهار گوشه کارمون این کار رو انجام میدهیم. الان این گوشه اول کارمه، سه پای بلندش رو بافتم دو تا زنجیره میزنم همینجا داخل همون دو زنجیره که هستم سه تا دیگه پایه بلند میبافم، این دو اینم سه. حالا یه دونه زنجیرم رو میزنم، ببین به پایه ها کاری ندارم، میرم توی زنجیره روی تک زنجیرم سه تا دونه پایه بلند میبافم، این موتیفم کلن روی این زنجیره ها بافت داریم، دوباره سه تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم میرم روی تک زنجیره بعدی، به اینجا سه تا پایه بلند بودیم یه زنجیره، یک دو و
سه تا پای بلندمو میبافم، یه دونه زنجیرمو میزنم. حالا رسیدم به گوشه دوم. به گوشه بعدی که رسیدم دقیقا مثل گوشه های قبل، ببین سه تا دونه من اینجا پای بلند میبافم، دو تا زنجیره میزنم، همینجا سه تا دیگه پای بلند میبافم داخل همین دو زنجیره ای که بودم. این یکی، این دو، اینم سه. خب حالا یه دونه زنجیره میزنم، میرم توی تک زنجیره بعدی، کلن روی تک زنجیره ها باف میکنم، سه تا دونه پایه بلند میبافم. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرم رو تک زنجیره بعدی، رو تک زنجیره بعدی هم سه تا دونه پایه بلند میبافم، دو و اینم سه. یه دونه زنجیرش هم میزنم. حالا رسیدم دوباره به گوشه کار. به گوشه کار که رسیدیم داخل دو زنجیره اول سه تا پای بلند میبافیم، این دو، اینم سه. حالا دو تا دونه زنجیره میزنیم، همینجا که هستیم چون گوشه کارمونه سه تا دیگه پای بلند میبافیم، یک، دو و سه. خب تک زنجیرمون میزنیم، یه دونه زنجیرمون میزنیم، میایم روی زنجیره بعد. اینجا یه دونه زنجیره داریم، روی یه دونه زنجیره ها سه تا پای بلند میبافیم، یک، دو، سه. دوباره یه دونه زنجیره میزنیم، میایم رو تک زنجیره بعدی، یک، دو و سه. سه تا پای بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم. دوباره به گوشه کارم رسیدم، گفتم گوشه کار باید روی دو زنجیرش اول سه تا پای بلند ببافیم، این دو تا، نم سه تا. حالا دو تا زنجیره میزنیم، چون گوشه کار همینجا روی همین دو زنجیره که بودیم سه تا دیگه پایه بلند میبافیم، این یکی، این دوتا، نه سه. حالا گفتیم به آخر کار که رسیدیم دیگه زنجیره نمیزنیم، میریم روی این سه تا زنجیره که به عنوان یک پای بلند بود میایم وارد میشیم. برای پایان همه رچه هم همین کار میکنیم، یک پایه کوتاه باقی بشه. حالا دوباره برای شروع همه رچه ها من سه تا دونه زنجیره میزنم، روی همین پایه بلندی که بودم میام و دو تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم. حالا میرم رو تک زنجیره بعدی، روی تک زنجیره سه تا پایه بلند میبافم، یک، دو، سه. یه دونه زنجیره میزنم، حالا میرم رو تک زنجیره بعدی، اونجا هم سه تا دونه پایه بلند میبافم، این دو تا، نه سه تا. حالا یه دونه زنجیره میزنم، میرم به گوشه کار میرسم. به گوشه های کار گفتم رسیدیم، سه تا دونه اول پای بلند میبافیم، دو، نم، سه. دو تا زنجیره میزنیم، همینجا که هستیم سه تا دیگه پای بلند میبافیم، دو، نم، سه. حالا یه دونه دیگه زنجیره میزنیم، میایم اینجا رو تک زنجیره، رو تک زنجیره سه تا پای بلند میبافیم، این دو، نه سه. دوباره یه دونه زنجیره میزنیم، میریم رو تک زنجیره بعدی، یک، دو، سه. حالا یه دونه زنجیره میزنیم، بازم تک زنجیره داریم، پس روی تک زنجیره سه تا پای بلند میبافیم، دو، سه. یه دونه زنجیره میزنیم. حالا میرسیم به گوشه کار. به گوشه کار دو تا زنجیره داره، روی اون دو تا زنجیره اول سه تا دونه پای بلند میبافم، دو تا دونه زنجیره میزنم، همینجا که هستم سه تا دیگه پای بلند میبافم، یک، دو و سه.
حالا یه دونه زنجیره میزنم، میام رو تک زنجیره بعدی. رو تک زنجیره بعدی سه تا پای بلند میبافم. یک، دو، سه. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، بازم تک زنجیره دارم. پس سه تا پای بلند میبافم. یک، دو، سه. یه دونه زنجیره میزنم، دوباره تک زنجیره دارم. باره تک زنجیره میشم، سه تا پای بلند میبافم. دو و سه. یه زنجیره میزنم، رسیدم به گوشه کار. رو گوشه کار اول سه تا دونه پای بلند میبافم، این دو تا، اینم سه تا. دو تا دونه زنجیره میزنم، همینجا دوباره سه تا پای بلند میبافم. یک، دو، اینم سه. همینجا سه تا پای بلند. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، اینجا تک زنجیره دارم. روی تک زنجیره سه تا پای بلند باز میکنم. یک، دو، سه. دوباره یه دونه زنجیره، دوباره تک زنجیره دارم. روی تک زنجیره سه تا پای بلند. یک، دو، سه. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرسم به تک زنجیره آخر. یک، دو، سه. حالا من یه دونه زنجیرم رو میزنم، مثل به گوشه کار میرسم. به گوشه کار خب ببین، یه دونه زنجیرم میزنم، به گوشه کار میزنم. به گوشه کار که رسیدم سه تا دونه باید پای بلند بافم. یک، دو و سه. دو تا دونه زنجیره، همینجا سه تا دیگه پای بلند. یک، دو و سه. گفتیم به آخر کار که رسیدیم، ببین اینجا وقتی گوشه کار بافتیم میرسیم به این ستا پایه اول. دیگه زنجیره نمیزنیم، میایم میریم داخل سمون زنجیره که زده بودیم، با مایی پایه بلند اینجا وارد میشیم، یک پایه کوتاه میبافیم. حالا اینو شما باید انقدر ببافید که به اندازه دستگیره که میخواییم، دستگیره یخچالتون که میخوایم بلندیش باشه، بافته بشه. من الان این توضیح رو میدم چون تکرار هست، بعد میریم برای بافته هاشه. ببینید، برای شروع همه رچ ها ما سه تا دونه زنجیره میزنیم. همینجا روی پایه کوتاه دو تا دیگه پای بلند میبافیم. یکی، اینم دو تا. یه دونه زنجیره میزنیم، میریم رو تک زنجیره بعدی سه تا دونه پای بلند میبافیم. یک، دو و سه. دوباره یه دونه زنجیره میزنیم، حالا میایم رو تک زنجیره بعدی. گفتم فقط روی تک زنجیره ها بافتیم، روی تک زنجیره بعدی هم دوباره سه تا پایه بلند میبافیم. یه دونه زنجیره میزنیم، میریم رو تک زنجیره بعدی. رو تک زنجیره بعدی هم یک، دو و سه. دوباره یه دونه زنجیره میزنیم، میرسیم به گوشه کار. به گوشه های کار که میرسیم، چهار تا گوشه داریم ما، این کار براش انجام میدیم. یعنی روی دو زنجیرش اول سه تا دونه پایه بلند میبافیم، دو تا دونه زنجیره میزنیم، همینجا سه تا دیگه پایه بلند میبافیم. این یک، نه، دو و سه. حالا یه دونه زنجیره میزنیم، میرم رو تک زنجیره. رو تک زنجیره هامون فقط سه تا پایه بلند میبافیم، این دو و اینم سه. یه دونه زنجیره میزنیم، میایم رو تک زنجیره بعدی. یک، دو، سه. سه تا پایه بلند میبافیم، یه زنجیره میزنیم، میایم رو تک زنجیره بعدی. تا گوشه کار هر چند تا تک زنجیره داشتیم روش سه تا دونه پایه بلند میبافیم. یه دونه زنجیره میزنیم، میایم روی تک زنجیره بعدی. دو و سه. حالا یه دونه زنجیره میزنیم، میرسیم به گوشه کار. گوشه کار گفتم وارد میشیم و سه تا دونه پایه بلند که بافتیم، یک، دو و سه. تو گوشه کار حالا دو تا دونه زنجیره میزنیم، همینجا دوباره سه تا پایه بلند میبافیم. یک، دو و
خب حالا یه دونه زنجیره میزنیم، میایم رو تک زنجیره. روی تک زنجیره سه تا پای بلند میبافیم، سه تا پای بلند میبافیم، یه زنجیره میزنیم، میریم رو تک زنجیره بعدی. سه تا پای بلند میبافیم، یه زنجیره میزنیم، میایم رو تک زنجیره بعدی. بعد اگه دقت کنید ما اول که کار شروع کردیم از این گوشه کارمون تا این گوشه، این چهار تا گوشه که درست کردیم بینشون فقط یه دونه پای ستایی بود. تو رج بعد از این گوشه تا این گوشه شد دو تا، یک دو. الان تو این رج که هستیم میشد سه تا. تو اینجا این گوشه کارم تا این گوشه کارم یک دو سه تا پای ستایی دارم. حالا تو این رج ببین این گوشه تا این گوشه باید چهار تا داشته باشم، یک اینجا، یک اینجا، این دو تا، این سه تا و این چهار تا. و تو رجای بعد به همین شکل به این پایه های ستایی بین دو تا گوشه هامون اضافه میشه. هر چهار گوشه هم باید به همون اندازه باشه، یعنی این گوشه چهار تا، این گوشه هم باید چهار تا باشه، این گوشه هم باید چهار تا باشه، این گوشه هم چهار تا باشه. اینو میبافم تا به اندازه دلخواهم که برسه. الان من برای این کار رو انقدر بافتم که یک دو سه چهار و پنج تا پایه ستایی دارم از این گوشه تا این گوشه. چون کار تکرار هست منم اینو میبافم. وقتی که این پنج تا شد بین دو تا گوشه هم پایه های ستاییم، میایم و این حاشیه آخر کار رو میبافیم. خب ببینید من وقتی که آخری رو بافتم اگر میخوام ادامه بدم، گفتم بیایم به سر این سومین زنجیره وارد میشیم و یک پایه کوتاه میزنیم و رجمون تموم میشه. ولی چون نمیخوام ادامه بدم و رج آخرمه، باز یه دونه زنجیره رو میزنم و میام سر سومین زنجیره یک بست میزنم و کارم با این رنگ تموم میشه. این رنگ رو قیچی میکنم. حالا میخوام دور کارمو ببافم. شما دور کارتون رو میتونید هر حاشیه‌ای که بلدیم تو توی کانالم چند تا حاشیه هست اونا رو میتونید ببافید، یا به همین روشی که الان من میبافم شما این رو ببافید. خب ببینید من وقتی که وارد این دوتا زنجیره میخوام بشم، اول یه گره به سر قلابم میزنم، وارد اولین گوشه کارم میشم. حالا یکی این گوشه برمیدارم، خب یک پایه کوتاه میبافم. خب دوباره وارد همین دو زنجیره میشم، یک پایه کوتاه دیگه میبافم. حالا یک دو و سه تا زنجیره میزنم، دوباره وارد همین دو تا زنجیره میشم و دو تا پایه کوتاه میبافم. این یکی، اینم یکی. حالا روی هر کدوم این پایه بلندام هم یه دونه پایه کوتاه میبافم. روی پایه کوتاه اولی یه پایه کوتاه میبافم، روی پایه دومم یه پایه کوتاه، بعد روی پایه سومم یه پایه کوتاه میبافم. حالا سه تا دونه زنجیره میزنم، یک دو سه. خب ببخشیدم، بعد با یک بست وارد تک زنجیره میشم. با یک بست وارد تک زنجیره میشم. حالا یک دو سه تا زنجیره میزنم، همینجا یک پایه بسته دیگه میزنم. دوباره میرم و اینم توی کارم پنهان میکنم اینو. با دوباره میرم روی پایه بعدی یه پایه کوتاه میزنم، روی پایه بعدی من یه پایه کوتاه، دوباره روی پایه بعدی یه پایه کوتاه. حالا وارد این تک زنجیره میشم، به این شکل یک بست میزنم. حالا یک دو و سه تا زنجیره میزنم، روی همین تک زنجیری که بودن یک پایه بست میزنم. حالا روی این پایه بلند بعدی میام یک پایه بلند میبافم، پایه کوتاه بخش میبافم. روی پایه بعدی هم یک پایه کوتاه، روی پایه بعدی هم یک پایه کوتاه. حالا با یک بست وارد تک زنجیره میشم، یک دو سه تا زنجیره میزنم، همینجا یک پایه بست میزنم. حالا بریم میرم رو پایه بعدی، یک پایه کوتاه، رو پایه بعدی یک پایه کوتاه، رو پایه بعدی یک پایه کوتاه و روی پایه بعدی که این زنجیره بشه یک بست میزنم. حالا یک دو سه تا زنجیره میزنم، همینجا یک بست میزنم. دوباره روی پایه ها پایه کوتاه میبافم، یک دو و سه تا پایه بلند باشم، روش پایه کوتاه میبافم.
با یک بس وارد تک زنجیره میشم، یک دو سه تا زنجیره میزنم، همینجا یک بس میزنم، دوباره میرم روی پای بعدی، یه پای کوتاه روی پای بعدی، یه پای کوتاه روی پای بعدی، من یه پای کوتاه. حالا میام با یک بس روی تک زنجیره، یک دو سه تا زنجیره میزنم، همینجا یک بس، دوباره میرم روی پای هام، یه پای کوتاه، یه پای بعدی، یه پای کوتاه، روی پای بعدی، یه پای کوتاه. حالا رسیدم به گوشه کارم، فقط توی گوشه کارم وارد میشم، اب دو تا پای کوتاه میبافم، یک دو، حالا یک دو سه تا زنجیره میزنم، همینجا چون گوشه کارم دو تا دیگه پای بلند پای کوتاه میبافم. دوباره خود پایه ها رو سه تا پایه داشتم، روشون هر کدوم یه دونه پایه کوتاه می‌بافم، یک دو و سه، دوباره با یک بس وارد تک زنجیره میشم و این کار انقدر ادامه میدم تا دور تا دور کارم به همین شکل بافته بشه. خب ببینید وقتی من آخرین پایه سه پایه من بافتم، دوباره میام دو تک زنجیره، یه بس می‌زنم، یک دو سه تا زنجیره می‌زنم، دوباره همجا یک بس میزنم، این سه تا پای آخرم هم پای کوتاهش میبافم، یک دو و سه. حالا میام به اون پای کوتاه اول کارم یک بس میزنم به این شکل. حالا شما هم میتونید این موتیف رو به عنوان دستگیره هم ببافید، اگه خواستید دستگیره ببافید میتونید یه تعداد زنجیره براش بزنید، برگردید همجا یه بس بزنید و براش دسته درست کنید. خب الان من اینو قیچی می کنم، کارم تموم میشه به این شکل و حالا تمیز کاری های پشت کارم هم انجام میدم. به این معنی این دوتا نخلی که دارم و هم دیگه گره می زنم به این شکل، و داخل کارم پنهان میکنم. و اضافهش رو میچینم. حالا با بقیه نخ هم به همین شکل انجام میدم. بعد میتونم این نخی که رنگی کرم هست داخل کارم پنهان کنم به این شکل. اضافهش رو بچینم. بعد این نخه سرخابامو میتونم بیارم پایین به این نخ برسونم، بعد با هم دیگه گرهشون بزنم بین بافت ردشون کنم و تا پایین بیارم و گره بزنم و حالا نخ داخل کنم پنهان کنم. حالا از تعداد اینا همش رد میکنیم تا خواهد محکم تر بشه. این اضافه این نقم که این بافت ما پنهان کرده بودیم اونم انجام ده. خب ببین این موتیف به این شکل در میاد. حالا اگر دیدید گوشه هاتون این مقداری چه سبتی، یا میتونید اتو بخارش بزنید یا میتونید این چهار تا گوشه کارتون سوزن تگیف بزنید به روی یک زمینه ای که محکم باشه این به این شکل تا این شکل واقعی خودش رو بگیره و مثل این کاملا صاف بشه. البته من همه کارام اتو بخار میدارم، اینم اتو بخار دارم. خب وقتی که این کار بافتید و پنهان کاری کردید و پشت کارتون هم تمیز شد، حالا برای اینکه برای عنوان دستگیره یخچال ازش استفاده کنیم، ما میخواییم این گوشه ها به این صورت ببینید فرق نمی کنن، یکی از گوشه ها رو به این صورت میخوابونیم و این گوشه بعدی رو میارم روش.
دقیقاً جایی که این گوشه میخواد بخوابه یه دکمه یا یه چیزی مثل این که زیاد نما نداشته باشه یا یه دکمه دقیقاً رنگ نخلتون رو میبافید. بعد این گوشه کارتون رو وقتی که دست رو به یخچال بس کردید به این صورت اینو جا میندازیم توی این و این به این شکل روی دستگیر یخچال شما یا روی دستگیر کابینت شما میخوابه. شما میتونید این موتی رو ببافید، این حاشیه آخرش رو نبافید و با وز کردن به هم رومیزی رو تختی و یا هر چیز دیگه هم که دوست دارید با این موتیف زیبا ببافید. امیدوارم که از این بافتم لذت برده باشید. ممنون از نگاه زیباتون.